میده از علائم خفیف ولی ناراحت کننده این بیماریه. برخی افراد نشانه های جدی تری از این بیماری دارن که حتی در زندگی روزمره اونها هم مشکلاتی رو ایجاد کرده. بعضی از بیماری ها شرایط پزشکی و مشکلات سلامتی میتونه باعث افزایش این بیماری بشه، از جمله بارداری، چاقی، مصرف نیکوتین، خشکی دهان، دیابت، برخی اختلالات بافت همبند. اگر شما به طور مرتب و شدید دچار ریفلاکس معده یا سوزش سر دل میشید، باید به پزشک مراجعه کنید، چون ممکنه این مشکل به مشکل جدی تری تبدیل بشه. درسته که ریفلاکس اسید معده حالت ناخوشایندی رو ایجاد میکنه، برخی از موارد میشه در منزل و با ایجاد تغییراتی در شیوه زندگی و پرهیز از محرک ها این بیماری رو کنترل کرد. در موارد شدید باید از دارو استفاده کنیم. اگر شما دچار چنین مشکلی هستید، باید به پزشک مراجعه کنید تا این بیماری باعث نشه شما به سایر مشکلات دیگه دچار بشید. اگر شما در حین اینکه دچار ریفلاکس اسید معده هستید و همزمان مشکلات دیگری هم دارید، مثل درد قفسه سینه، تنگی نفس، درد فک و یا درد بازوی راست، این علائم خطرناکه و میتونه نشان دهنده مشکل جدی تری مانند حمله قلبی باشه. این افراد باید از مصرف چه غذاهایی پرهیز کنند؟ گوشت با چربی بالا، مخصوصا گوشت قرمز که حاوی کلسترول بالاست. غذاهای روغنی با چربی بالا و غذاهای سرخ شده. غذاهای شور یا خوردن مقدار زیادی نمک به همراه غذاها. غذاهایی که پر از کلسیم هستند، مانند شیر و پنیر که حاوی مقادیر زیادی چربی هم هستند. در مطالعات انجام شده، مصرف شیر در افراد مبتلا به این بیماری موجب حساسیت بیشتر میشه. اگه بعد از خوردن شیر، مخصوصا شیر پرچرب، احساس ناراحتی یا التهاب در معده رو تجربه کردید، باید این ماده رو از رژیم غذاییتون حذف کنید. این افراد باید به طور کلی از مصرف غذاهای کلسترول بالا که رابطه مستقیمی با این بیماری داره پرهیز کنن. مصرف بعضی از نوشیدنی ها هم باعث تحریک اسید معده میشه. نوشیدن اونها باعث میشه عضلات اطراف قسمت پایینی معده ضعیف بشه و ریفلاکس معده رو بدتر میکنه. ریفلاکس اسید معده معمولا درست پس از مدت کوتاهی بعد از خوردن یا نوشیدن خوراکی ها و نوشیدنی های محرک ایجاد میشه. بنابراین به راحتی میشه مصرف این مواد رو قطع کرد. از جمله این نوشیدنی ها الکل. الکل موجب سست و ضعیف شدن دریچه متصل کننده معده و مری میشه و معده رو تحریک میکنه تا اسید بیشتری تولید کنه. نوشابه های گازدار. حباب های موجود در نوشیدنی های گازدار در معده به هم متصل میشن و گسترش پیدا میکنن. این مسئله موجب فشار به دریچه ورودی مری به معده میشه و اسید بازگشت پیدا میکنه. نوشیدنی های کافئین دار مثل چای، قهوه و آب گازدار. مصرف این گونه نوشیدنی ها هم باید قطع بشه. شکلات داره کافئین و کاکائویه که هر دو علائم ریفلاکس معده رو بدتر میکنه. همینطور کاکائو داغ یا شیر کاکائو. آب مرکبات مثل پرتقال و گریپفروت به شدت اسیدیه و باید قطع بشه. غذاهای اسیدی همچون سس گوجه فرنگی و همچنین مصرف نعنا هم برای شما مناسب نیست. افراد مبتلا به این بیماری از چه غذاهایی میتونن استفاده کنن؟ منبع تامین پروتئین شما باید از منابع کم کلسترول باشه، مثل ماهی سالمون، بادام، حبوبات و عدس، ماهی گزلالا و جوجه. منبع تامین کربوهیدرات ها باید از میوه‌جات، سبزیجات، سیب زمینی و غلات کامل باشه. ویتامین C زیاد استفاده کنید، جز مرکبات که باعث اسیدی شدن معده میشن. غذاهایی که حاوی فیبر، منیزیم و پتاسیم هستند رو زیاد استفاده کنید، از جمله سیب، انواع توت ها، آفوکادو، گلابی، خربوزه ها، موز و هلو. سفیده تخم مرغ برای شما مناسب تره، اما در کل مصرف تخم مرغ هم مانعی نداره. سبزیجات سبز مثل بروکلی، اسفناج، کرفس، مارچوبه